همه این بلواهایی که شما مشاهده کردید در دوره بعد از انتخابات پیش آمد و پیش آوردن و اونها حمایت کردن، همه برای همین بود که شاید بتوانن پشتوانه مردمی انقلاب رو ضربه بزنن و از انقلاب بگیرن. بنده عرض کردم نشانه اعتماد مردم به این نظام این حضور 40 میلیونی در انتخابات بود. حالا در رادیوهای بیگانه و متاسفانه بعضی هم در داخل هم نوای با اونها اصرار و تکرار که بله اعتماد مردم از نظام سلب شده، این جواب اون حرفه. اونجا ما گفتیم که اینی که 85% میان مردم رأی میدن، 40 میلیون پای صندوق ها میان به هر کسی که رأی میدهند، خود آمدن پای صندوق نشانه اعتماد مردم به نظامه که حقیقت قضیه هم همینه. اینا برای این که این حرف رو دروغ از آب در بیارن مکرر در مکرر تبلیغات که اعتماد از دست رفته مردم، اعتماد مردم از دست رفته، چکار کنیم؟ حالا بعضی با لباس دلسوزی چکار کنیم که اعتماد برگرده؟ مردم اعتماد دارن به نظام، نظام هم به مردم اعتماد دارد. انشالله خواهید دید در انتخابات آینده که حالا 2-3 سال دیگه است، همین مردم با همین بازیگری که مخالفان کردن، دشمنان کردن، غافلان و بیخبران داخلی کردن، با وجود همه اینها یک حضور مستحکم قوی در انتخابات خواهد کرد. پس نکته این است که باید همه مراقب باشیم که نظام جمهوری اسلامی که نظام اسلامی است، نظام دینی است، مفتخر به این است که در قالب احکام دین و اسلام و قرآن میخواهد حرکت بکند، این تبدیل نشود به یک نظام بی اعتقاد به دین، به قول آقایون یک نظام سکولار. باطن سکولار ظاهر دینی، باطن مجذوب به فرهنگ غربی و قدرت‌های مسلط بر آن فرهنگ و ظاهر شعائر دینی و چیزهایی که مسائل دینی دم دستی. اینجوری نشود. نظام اسلامی باید به معنای واقعی کلمه اسلامی باشد و اسلام روز به روز به مبانی اسلام نزدیکتر بشود. این است که گره های فرو بسته رو باز میکنه، اینه که مشکلات رو حل میکنه، اینه که به جامعه عزت و اقتدار میدهد، این است که طرفداران نظام جمهوری اسلامی رو در همه جای دنیا بیشتر خواهد کرد. یه عده نگاه میکنن به دشمنی ها دلشون رو از دست میدن، زهرشون آب میشه از اینکه میبینن دهانهای از خشم گشوده علیه جمهوری اسلامی بدگویی میکنن، حرف میزنن. خب همه نظام های عالم، همه حکومت های عالم دشمنانی دارن و دوستانی، همه حکومت ها. امروز هم اینجوره، در طول تاریخ هم اینجور بوده. هیچ حکومتی رو شما پیدا نمی کنید که همه مردم در داخل اون حکومت و خارج اون حکومت با او خوب باشن یا همه با او بد باشن. نه، یه عده موافق دارن، یه عده مخالف. حکومت پیغمبر هم همینجور بود، حکومت امیرالمومنین هم همینجور بود، حکومت معاویه و یزید هم همینجور بود، یه عده موافق، یه عده مخالف.
جمهوری اسلامی هم همینجوره، یه عده موافقشن یه عده مخالفشن. منتها مسئله این است که ببینیم موافقین یک حکومت کیان، مخالفین این حکومت کیان. بستر اینه، این شاخص است. یک حکومتی هست که هرچه غارتگر بین المللی است با او مخالف، هرچی زورگوی بین المللی است با او مخالف، هر دولت دارای سابقه سیاه استعمارگری با او مخالف، هر سرمایه‌دار صهیونیست خبیثی با او مخالف. خب این مخالفت ها مایه افتخاره، اینا که نباید کسی رو بترسونه. موافقینش کیان؟ ملت های مؤمن در سرتاسر دنیا موافق با او هستن. ملت های مسلمان غیر ایرانی در آفریقا، در کشورهای آفریقای شمالی، در نقاط مسلمان نشین آفریقا، در آسیا تا اندونزی تا مالزی، در کشورهای عربی غیر عربی، در اروپا جماعت های مسلمان، ملت های مسلمان دوستدار او هستن، هوادار او هستن. در مسابقه فوتبال چند سال قبل تیم ایرانی بر تیم مقابلش پیروز شد. توی قهوه‌خونه های یکی از کشورهای شمال آفریقا جوانا نشسته بودن، گلزن ایرانی که گل میزد اینا کف میزدن. یکی بهشون گفت خب شما که کشور خودتون نیست، چه کار دارید به این که بازیکن ایرانی مثلا فرض بفرمایید که یک گل زد توی دروازه طرف مقابلش که او هم دشمن شما نیست. میگفتن پیروزی ایران پیروزی ماست، حتی در میدان فوتبال. اینا قیمت داره. در قضایای این بلواهای بعد از انتخابات، مسلمانان کشورهای مختلف اسلامی نگران بودن، پیغام میدادن به آشنایان خودشون در اینجا که چه خبره در ایران. اینا میگفتن ناراحت نباشید، نترسید، جمهوری اسلامی قوی تر از این حرف هاست. اونا نگران میشدن. یه حکومت اینجوریست، دشمنانش اونان، دوستانش اینان. همه بدها و شمرهای عالم با او دشمنند، همه مظلومان با او موافقند. ملت فلسطین طرفدار اوست، ملت های عربی مقاوم طرفدار او هستند. بله دولت آمریکا هم مخالفشه، دولت انگلیس هم که خباثت 200 ساله در ایران داره، سابقه خباثت انگلیس ها در ایران 200 ساله است، اونا باش مخالفت. خب باشن، این مخالفت کسی رو به وحشت نمیندازه. اما یه دولتی هست به عکسه، طرفدارش عبارتن از دزدها و غارتگرها و مستکبرین و زورگویان عالم، اینا طرفدارشن. مخالفینش عبارتن از ملت خودش یا ملت‌های مؤمن و ملت‌های مظلوم، اینا مخالفی میشن. این مایه ننگه. جمهوری اسلامی تا امروز مخالفینی داشته است، از اون قبیل مخالفین، دزدهای عالم، غارتگرهای عالم، مستکبرین عالم، اینان که با جمهوری اسلامی مخالفن، اینان که در مجالس جهانی و مجامع جهانی سعی میکنن با جمهوری اسلامی مقابله کنن و مخالفت کنن. اما آحاد مردم، توده‌های مردم، دولت‌های مستقل، سیاستمداران منفک از اون قدرت‌ها، ملت‌های مظلوم، اینا موافقه با جمهوری اسلامی هن. چهره تسلیم نباید نشان داد به دشمن به خاطر ترس از این گونه مخالفتی‌ها. به هر حال نسل جوان ما بایستی هوشیار باشه. جوانهای عزیز، این کشور مال شماست، فردا متعلق به شماست. یک نظام مقتدر، چه اقتدار علمی، چه اقتدار سیاسی،
چه اقتدار اقتصادی، چه اقتدار اطلاعاتی، چه اقتدار تحرک در مناطق گوناگون جهان به اقتدار بین المللی، نظامی با این خصوصیات مایه عزت شماست، مایه افتخار شماست و شما باید برای تکمیل و تتمیم چنین نظامی تلاش کنید و احساس وظیفه کنید. جوانا وظیفه داره. جمهوری اسلامی به معنای حقیقی، یعنی همون جمهوری اسلامی که امام رضوان الله تعالی علیه این رو برای ما پایه‌گذاری کرد و برای کشورم به کشور ما هدیه داد. یک چنین نظامی میتوانه همین خصوصیات رو تأمین بکنه، اقتدار بین المللی را، اقتدار سیاسی را، عزت را، رفاه دنیا را و آبادی معنوی و آخرت را. اما مراقب باشید یک جمهوری اسلامی تقلبی نخوان برای ما درست کنند، کاری که در 10 سال گذشته هم بعضا حرکاتی انجام گرفت، مهار شد، خدای متعال مهار کرد، مردم بیدار بودن، هوشیار بودن، اجازه ندادن، میخواستن کارهایی بکنن، شعارهای امام رو به موزه بسپرن، میگفتن صریحا که اینا کهنه شده. نه، شعارهای انقلاب کهنه شده، کهنه شونده نیست، کهنه شدنی نیست، همیشه تازه است، همیشه جذاب برای آحاد مردم است، شعاری که به نفع مستضعفین است، شعاری که به نفع عزت ملی است، شعاری که درش مقاومت و ایستادگی است. این شعارها هیچ وقت کهنه نمیشه، برای هیچ ملتی کهنه نمیشود، برای نظام ما هم کهنه نخواهد شد. هفته آینده جمعه روز قدس است. این یکی از برجسته ترین یادگارهای امام عزیز ماست که نشانه دلبستگی انقلاب و دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس شریف و ماجرای فلسطینه. به برکت روز قدس این نام رو ما توانستیم هر سال در دنیا زنده نگه داریم. خیلی از حکومت‌ها، خیلی از سیاست‌ها می‌خواستن، مایل بودن، تلاش کردن، پول خرج کردن که مسئله فلسطین فراموش بشه. اگر تلاش جمهوری اسلامی نبود، اگر ایستادگی جمهوری اسلامی با تمام قوا در مقابل این سیاست خباثت آلود نبود، بعید نبود که بتوانن مسئله فلسطین رو به تدریج به زاویه بکشونن، اصلا فراموش کنن. الان هم خود دستگاه استکبار و خود صهیونیست های خبیث معترفن، معتقدن و ناراحتن از اینکه جمهوری اسلامی است که پرچم فلسطین رو برافراشته و نمیگذاره که با سازشکاری هایی که میخواهند انجام بدن مسئله فلسطین رو از دور خارج کنن. روز قدس روز زنده کردن این یاد و این نامه. امسال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، این ملت عظیم ما در تهران و در همه شهرستان ها روز قدس رو گرامی خواهند داشت، راهپیمایی خواهند کرد. در کشورهای دیگر هم بسیاری از مسلمانان از ملت ایران تبعیت میکنند در روز قدس. روز قدس
روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنند برای ایجاد تفرقه. از تفرقه باید ترسید، با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد. تفرقه نباید به وجود بیاد. اون وقتی ملت ایران میتوانه این پرچم را، پرچم قدس را بلند کند با افتخار که یک پارچه باشه. این را هم در طول این سالها این را هم سعی کردن به هم بزنن، به حمدالله نتوانستن، انشاءالله بعدن هم نخواهن توانست. پروردگارا به محمد و آل محمد روز به روز ملت ما را سرزنده تر، بیدارتر، قوی تر و مقتدرتر و بانشادتر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا فبسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.